سلام، من علی باز برگشتیم به خونه اتون با یک ویدیو آشپزی دیگه. این شما و اینم خب علی. یک دو یک دو خب امروز میخوایم یه غذا هندی درست کنیم، باتر چیکن هندی، یه غذا معروف خیلی یه غذا هندی خیلی معروف. سبزیجات، گیشنیز میخوایم، یه دونه گیشنیز، چیلی پپر میخوایم، سه تا برمون مست و گوجه فرنگی. عجب کرمز بادام زنایه، واقعا گوجه هاش خوب است. بیسریه داره چهار تا گوجه کافی مونه. پیاز همون اول برم دیم، پیاز قرمز برم. تو ثبات شخصیتی نداری. آقا سیر لازم داریم، یه هم یه دونه زنجبیل، یه تیکه کوچیک از زنجبیل اگه پیدا کن. این کافی من زنجبیل ما لازم داریم. ۶۰۰ گرم برای چهار نفر کافیه. برو و یه ماست کوچیک پورچر، ما اینجا اومدیم ادویه هامون هم برداریم. پاپریکا لازم داریم، پاپریکا این از بود زیره. گرم مساله لازم داریم که گرفتیم قبلا، برنج هم باسمتی، اینم از برنجمون. خب الکلی که کنار باتر چیکن میره معمولا ویسکی لوکال هندی خوبه یه نداره. میتونیم شراب کابانه 71 بخوریم با برنج. یه دونه این گرنسا بزنیم. آقا روغنتون کجا؟ بیا این پشت. خب شله شله الان شله درست میشه. روغن پیدا کردیم، یه روغن یه لیتری کافی مونه. دستمون اینجا اینجا تبلیغ نشه. خب خامه‌مون هم برداریم، تقریبا خریدمون تمامه. آقا اون پسر اینجاست دوباره. باز تو پسر دیدی؟ آقا بودو این بگیرمش. بودو ایناش میناش. آقا پسر خامه، خامه محتضا نمیگیر. پست آه خامه از جا جلو هم رد میشه. آه برکالا یه دونه خامه کوچیک. گالی برشم. خب دوستان، با توجه به اینکه یک سیر از وسایل رو از قبل تهیه کردید، برای هر نفر در میاد 25 لیر. بریم سراغ آشپزی علی شمس بدون دخالت دست. خب غذا امروزمون باتر چیکن هندیه. همونجوری که گفتم یه غذا خیلی معروف هندیه که تو کشورهایی هم که هندی زیاد زندگی میکنه اونجا هم معروفه، مثل انگلیس، امریکا. اول مرغامون رو کات میکنیم برای مرینیت. تیکه های بزرگ. خب تا مرغامون رو شروع میکنیم برای مرینیت کردن، من برنجم رو از قبل آبکش کردم، مثل قسمت قبلی که یه بار این برنج رو درست کرده بودم براتون. نیم پزش کردم، آبکش کردم، گذاشتم که کامل بپزه. یه چوب دارچین، چند تا گل میخکم گذاشتم توش. به کردم، چند تا تیکه انداختم روش، گذاشتیم تا برنج آماده شه. نیم ساعت وقت میخوایم برای مرینیت مرغامون. ادویه‌هاش رو اضافه میکنیم. یه قاشق پاپریکا، یه قاشق چای خوری پاپریکا،
نصف قاشق چای خوری نمک، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، نصف قاشق چای خوری زیره، یه قاشق چای خوری گرم مسالا یا ادویه هندیه. به اندازه این مرغ که نزدیک 600 گرم هست، 3 تا قاشق ماست میزنم. آب یه نصف لیمو رو بهش اضافه میکنم. علی باید برقصه، ایشالا مبارکش باد، ایشالا علی برقصه. ببخش میریم سراغ قدم. یه دونه حبه سیرم خورد میکنیم. خب یه حبه بزرگ سیر رو کامل چاپ کردیم، ریختیم توش. خب موادمون رو ریختیم روی مرغ، شروع کنیم هم زدن قشنگ، یه جوری که ما ساعت یا قشنگ با هم مخلوطه روی همه قسمت های مرغ رو بگیره. خب یه همچین رنگ ازش بخواییم روشو میپوشونیم، نیم ساعت میزنیم بمونه تو مایه مدنیم. ماشالله به این سلیقه ایشتر رو شوهر کنیم مادر. الان میخواییم بیس غذا رو درست کنیم. این قضیه غذای خورشت خیلی سموت هست که نباید دونه های درشت غذا تو دهن بیاد، برای همین همه چی رو کات میکنیم و بعد میریزیم تو بلندر. چهار تا پیاز متوسط برای این مقدار مرغمون کافیه. یه دو تا حبه سیر، نصف لیمو، آبش رو فشار میدیم. خب زنجفیل لازم داریم، پوست زنجفیل میتونید اینجوری. ببینید هم زنجبیل میگن هم زنجفیل، در متون قدیمی زنجفیل گفته، من یادم به اون زمان. کشتون میره آبش بلیت نهره، آب زنجفیله برای پوست خوبه چشکه بره. ادویه ها دوباره توی این هم پاپریکا لازم داریم، همون نصف قاشق نمک، نصف قاشق فلفل سیاه دیگه نمیریزیم و گرم مسالا ندیه اصلی ما. دوباره توی این هم یه قاشق، یه چند تا برگ نعنا، خب اینو میکس میکنیم. یا علی برگام ریخت. این چیزیه که لازم داریم. دقیقا برنج ما حاضر شده، یه خواهی کره نزدیم. کی دست بختش خفنه؟ علیه. گوجه همونو، چهار تا گوجه. باز قفلی زدی؟ چهار تا گوجه، گوجه ها. خواهی روغن میریزیم تهمای توبمون، دو سه قاشق غذاخوری روغن. خب این مایه رو خالی میکنیم این تو، چون بلندر رو لازم داریم. بعد اینکه گوجه ها تفت خورد بریزیم این تو، گوجه ها رو بلند کنیم، لازم نیست بشوریمش. توی همین گوجه هامون میریزیم. اما قبل از هر چیزی اول مرغ ها رو میپزیم و میریزیم توی مایتابه و تمام مراحل مورد نیاز رو انجام میدیم. بسیار بسیار بویه خوبی میده دوستان. بعد از اون میریم سراغ گوجه ها، تفتشون میدیم و بعد اون مایه عجیب غریبی که درست کرده بود رو میریزیم و بعد همه رو با هم میحلیم. آبم میریزیم یادتون نره. ماشاءالله به این همه هنر و سلیقه یه شمس هستن. ساید این غذا یه چیزی رو هندیا حتما میخورن، بهش میگن رایتا، مثل ماست و خیار خودمونه، فقط توش گوجه و پیاز داره. با خیار رایتا درست میکنیم تا مرغمون حاضر شه. خیارمونو یکی در میون گوس میگیریم. آها راستی میخواستم بگم، ویدیو ما رو تا جایی که میتونید شیر کنید،
بیننده زیاد بگیره. بله. یه بار دیگه. اینو می‌خواستم بگم ویدیو ما رو تا جایی که می‌تونید شیر کنید. بله. و نظری کامنت اگه دارید زیر ویدیو بذارید. اگه غذای دوست دارید اینجا من درست کنم براتون. ورژن خودم اونو بذارید. اسم غذا رو بنویسید. کامنت بدید. یوتیوب رادیو قبرس رو خودم رو سابسکرایب کنید. تبلیغ بسه. همجوری همه رو کات میکنید. خیال همون میخواییم این اندازه بشه. بنزی یک کاسه ماست پرچرب داریم. خیال همون رو بهش اضافه میکنیم. اینو گوجه ها خوردم. خب یه دونه حبه سیر رو کامل خورد کردم، اونم اضافه میکنم. یه دونه نصف پیاز لازم دارم. این همون سالاد شیرازی خودمون نیست؟ آیا نه؟ خودمون میریم آبو میاریم، اشکی کمک نمی کنه. نخواستی که کمک کنه. یه نصف کاپ آب میخواد. به به، عجب آب با سلیقه‌ای میریزه. نمک، فلفل قرمز، این روغن زیتون و آب لیمو هم اضافه کنید اگه دوست دارید. رایتا مدلش اینطوریه که باید آبکی باشه. خب اینم رایتا هندیم. دوست دارید میتونید توش یه خورده نعنا خشکم اضافه کنید. خیلی هم عالی آقای شمس. دیگه اینجا به بعد قسمت خوشمزه داستان میرسه. مرغ‌ها رو وارد ظرف میکنیم و بعد یهان عجب غذایی بود. ما اونجا بودیم، خوردیم، حال کردیم، خیلی خوشمزه بود. بهتون توصیه میکنم حتما امتحان کنید و بپزید. تا قسمت بعد فعلا.